ישן. ירקה מואר זש מקונה, דבוך צ'נה מש מקונה, וואך דקת שוי נושידם, דש מפרדל בוסידם, בקו דקסטר מלוואר, חושה לו חנדון מלוואר, אינג'ו חוכו נעימות, גולו שיו נעימות, עשו ג'יטן תשקול. آفرین آفرین ماشاءالله ماشاءالله چقدر ترانه زیبا را خواندین. اجازه است من یک سلام علیکی کنم، بعد از او باز پس میایم از شما حتما پرسان میکنم، درست است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام افغانستان، سلام به وطندارای عزیز ما در 34 ولایت از زایدل هر کجای این سرزمین که زندگی میکنین، جور و صحتمند و سرحال بوده، لباس عزت و عافیت بر تن داشته باشین. خداوند را شکرگزار هستیم که بار دیگه بر ما فرصت داد تا در یک از برنامه‌های دیگر شام یک در خدمت شما خوبان و عزیزان باشیم. فراموشم نشه که امروز یک روز خاص هست. روز خاص این است که امروز روز کودک در سر تا سر دنیا، حالا مطمئن هستم که تاریخش فرق میکنه، اما روز کودک یک روز جهانی است که در افغانستان معمولا از روز کودک تجلیل میشه. کودکان ما، کودکایی که واقعا فرشته های کوچک در هر خانواده هستند، مثل این کودکایی که ایستاده هستند و یک ترانه مقبول و قشنگ و زیبا را خواندن. امیدوار هستم که هم ما و شما با کودکایی که در خانه داریم با مهربانی و صداقت و با لطف خوش با اونا رفتار بکنیم، چون باور بکنین که کودکان ما یک دل پاک دارن، لطف خوش دارن، همیشه دلسوز هستند. و در کنار ازی میبینیم که زیبایی یک خانواده را فقط اونم کودکا تشکیل میده، شوخی میکنن، مزاح میکنن، خنده میکنن و یگان کارای انجام میتن، قار میکنن، ناز میکنن و امین ناز کردن و قار کردن از اینام دوست داشتنی هست. و امروز روز است که بهانه بر امین که ما بتونیم برای کودک خود یک تحفه که حالا چه مادی باشه چه معنوی بگیریم، به خاطر اینکه یک دلخوشی برای ایناست. و من این روز را از صمیم قلب به تمام کودکان افغانستان تبریک میگم، هرچند میدانیم که کودکان ما کودکانی هستند که اگر کمترین کودکای ما در خانه آرام باشن، اما زیادترین کودکای ما در سرکا و جاده ها کار میکنن، زحمت میکشن به خاطر پیدا کردن یک لقمه نان که واقعا دردآور است. چون افغانستان از کشورهایی است که زیادتر از کودکای ما به جای اینکه برن به مکتب و درس بخونن کار میکنن، و هم کار شاقه که هر از گاهی ما در جاده ها و سرکای کابل و پس کوچه ها و کوچه های ولایات ما میبینیم که کودکای ما کار میکنن، واقعا که جگرخون کننده است و متاثر کننده است. بسیار زیاد خوش آمدین، شامتان بخیر، روز کودک براتون مبارک باشه. تشکر. خوب هستین؟ بله. روز کودک براتون تبریکی دادن؟ بله. غیر از من کسی براتون تبریکی داد؟ بله. کی براتون تبریکی داده؟ مادر جان تبریکی داده؟ بله. آفرین ماشاءالله. چی خریده براتون؟ خب باش که مگ مایک بگیریم همراه کلتان صحبت میکنم. نامکت؟ دیبا. دیبا جان کالای مقبوله کی خریده برات؟ مادرم. مادرت خریده؟ بله. روز کودک برات تبریکی داد مادر جان؟ بله. چی گرفته برات؟ چی تحفه داد برات؟ یعنی کالا رو تحفه داده؟ بله. ماشاءالله. نامک خودت؟ شهرزاد. چی؟ شهرزاد. شهرزاد جان خوب هستی؟ بله. چند سال هستی؟ شش. شش ساله مکتب میری؟ بله. صنف چند هستی؟ کودکستان. آفرین ماشاءالله کودکستان میری؟ بله. روز کودک برات تبریکی دادن؟ بله. چی خریدن برات؟ مادرم گودی. آی ماشاءالله مادر جان گودی خریده برات. نامک خودت؟ خدیجه. خدیجه جان این لباسهایت نام خدا چقدر مقبول است. خدیجه جان روز کودک برات تبریک داد مادر جان پدر جان؟ آه. خودت کودکستان میری؟ آه. میری کودکستان؟ آه. ماشاءالله. خب نامک خودت؟ محمد امیر. محمد امیر؟ بله. امیر جان روز کودک برات مبارک باشه. تشکر. پیشتر امیر جان گفتم میخواستم قبل از اینکه برنامه شروع شه گفتم روز کودک براتون مبارک، میگه برای خودت مبارک باشه. من نگفتم دیگه. خب کی گفته؟ آفرین ماشاءالله. خب نامک خودت؟ طیبه. طیبه جان چه نام مقبولی، کالای چقدر مقبول است، روز کودک برات مبارک. تشکر. کسی برات تحفه گرفت؟ مادرم. مادر جان تحفه گرفت؟ چی تحفه گرفته برات؟ گودیده. گودیگه گرفته؟ ماشاءالله. کودکستان میری؟ آه. درس میخونی؟ آه. در کارهای خانه امروی مادر جان کمک میکنی؟ آه. چی کمک میکنی مثلا؟ آشپز. هر جای چطر بود من پاک میکنم، این مادر جان میگم. آی ماشاءالله. یک قندوله ببینین. نامکت؟ سندس. سندس جان این طرف بیا کمه. آه. چند سال هستی؟ پنج. پنج ساله؟ ماشاءالله. روز کودک برات مبارک باشه. تشکر.
این ترانه رو که خواندی خودت هم ترانه رو تنهایی یاد داری؟ ها؟ آ ترانه رو یاد داری؟ تو بخوان چند جمله شه بخوان. چی یاد داری خه؟ فکایی یاد داری؟ نه. کدام شعر یاد داری؟ استاد ها؟ جان یک چیز دیگه نیاد داره. چی یاد داره؟ بگو تو چی یاد داره؟ ترانه. ترانه چی یاد داره؟ دویدن. ای بخون تو ماشاءالله ترانه دویدن بخون دیگه. دویدن. تو بیا باش بیا 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 بیا. بیا باز ما برات یک بخونه هم میگیریم خب؟ یک بخونه هم برات میتیم یک گودیگه هم برات میتیم خب؟ بخون. بخون. دویدم و دویدم و یک سوال رسیدم، کیس خلق دنیا ماهی میتا و دریا و آدم ها را خواب میتا افتاب و مفتاب میتا جواب تو آسان از خدای مهربان است. آی ماشاءالله کف بزنین به افتخارش ماشاءالله. آفرین بیا ماشاءالله چی طرف نیره خوندی. سلام. خوب هستم. خوب هستی؟ هنوز ما کی برزان کردیم خوب هستی؟ خوب هستی؟ روز کودک برات مبارک. تشکر. کودکستان میری یا مکتب؟ کودکستان. صنف چند هستی در کودکستان البته؟ کیجی. چی؟ کیجی. کیجی ماشاءالله. خودت چی رو داری؟ ترانه. ترانه؟ تو بخون ترانه تا. ترانه مادر، مادر نازنینم، رنج تو را نبینم، چراغ خانه توی، خوب و یگانه توی، تو ماه آسمانی، عزیز و مهربانی، تو قرآن پاک روشن، از تو فرموده بر من، بکشا بسویم آغوش، افرامه ده هم گوش. سوجیتان تشکر. ماشالله. خب، پیشتر که تو به ما گفتی، گفتی روز کودک به خودت مبارک. اصیل است نام. چی؟ اصیل جان خوب هستی؟ خوب هستم. جان جور هست؟ بله. بسیار با سیاست معلوم میشی. قارم هستی اگر خم؟ نه. خطرناکت معلوم میشه قسم. کودکستان میری؟ آه. درس میخوانی؟ بله. چی رو یاد داری؟ ترانه. ترانه چی؟ ترانه چی رو یاد دارم؟ کودک 4 ساله. کودک 4 ساله رو خوانده؟ خوره. کدام فکایی یادت نیست؟ کدام قصه؟ زنبورک طلایی. چی؟ زنبورک طلایی. زنبورک طلایی. بسم الله الرحمن الرحیم. ترانه زنبورک طلایی. زنبورک طلایی لش میزنی بلایی، بیا بیا بهارت اصل بساز دوباره، کنگو داری بسر جا، سر میزنی به هر جا. آفرین. بخیز بهار است اصل بساز دوباره. ماشاءالله و افتخارش یکم بزن. آفرین. خود چیز میگفتی؟ نه. خود چطور خیلی یار یاد میداده که ایره یاد داره و یاد داره؟ خود چی یاد داری؟ خود سازو کده ترانه. چی یاد داری؟ ترانه میبینوشته. تو یاد داری میتنی؟ من دارم را. خب بگو ترانه. بسم الله الرحمن الرحیم. ترانه مینوشسته، گل به گلستان آمد، لاله به بوستان آمد، سیب و بگی آلوبالو، من دوزارم زردالو، ای بچه خوب تمیز که رفته پشت میز، میوی نخور ناشسته که روش مگس نشسته، اول بشوی بال قد بعدم بخور بال زن. دستاجتون تشکر. ای ماشاءالله. بازم روز کودک برتون تبریک باشه. اینا ل کوکو فردوستان در آشپزخانه غذای مزه‌دار آماده کرده. اینا با هم یک جا کل منوشان میکنیم. پسان صحیح است؟ صحیح. چی دوست دارین زیاد؟ من زیاد کل چیز دوست دارم. کل چیز دوست دارم. کل چیز؟ آره. من زیاد چیز دارم. ماشاءالله. من پیزا دوست دارم. قابلی پلو؟ آه. پیزا؟ آه. چیکن وینگز؟ شوله، شروع، آش. آفرین، اینمی کل چیزها را کوکا فردوس تمشه آماده نکده. تنها آش آماده کده. خیره. وام از برنج. خیره.
صحیح هست میخورین؟ میخورین. خب امیجا باشین. شوله میخوریم خیر یک جای. از جای که شما بیننده برنامه هستین روز کودک بازم یک بار مبارک باشه بر تمام کودکای عزیز بخصوص و بخصوص برای عزیزای دلره که من نامش میگیرم واقعا دوست داشتنی هستن برای فرمهر جان دوست داشتنی ما روز کودک مبارک باشه چون یک دخترک مثل گل است و باید از طرف ما یک تبریکی بگیره همچنان بر زینب جان مبارک باشه روز کودک برای لیا و شهزاد مبارک باشه کودکان واقعا فرشته های کوچک هستن و امو وقت ما میخوایم با کودکان روبرو شیم میخوایم که شخصیت ما مثل شخصیت کودکان باشه این جالب ترین قصه است که واقعا برای آدم خیلی دوست داشتنی میباشه یک بار برم به طرف فردوس ببینیم فردوس امشب چی آماده میکنه هرچند که بیشترم گفتم فردوس جان سلام شما بخیر شما بخیر خوب هستید بخیر روز کودک برای خودت مبارک نباشه بلکه برای دیگران همچنان روز بخیر سپری شد سلامت بسم الله الرحمن الرحیم یک سلام خاص به تمام وطنان عزیز خود که همین اکنون مراسم تلویزیونی یک تماشا میکنن خدا که روز خوبی خوش را سپری کرده باشن و یک تبریکی خاص به تمام کودکان کشور خود ما بله سلامت باشید چه اومده میگین شب خب تمیم جان نخواستم مزاحمت شوم با شما برنامه که شروع شد ما در جریان برنامه شما مصروف بودین من خواستم آماده کنم یک غذای ایرانی بود به نام آشماست من خواستم که از برنج استفاده کنم آش استفاده نکنم آشماست میخورین؟ بله گوش نشدین؟ بله زیاد یا کم؟ کم یا زیاد خب مقصد گوش نشدین خیر نوش جان میکنیم خیر کل ما یک جای میگیم کل ما یک جای میگیم کودکای عزیز روزتان مبارک بریم کودکای عزیز آفرین اینا رو میگیم یک وقفه داریم زود زود برمیگردیم یک وقفه داریم یک نفر آفرین یک وقفه نه یک وقفه اینی کمری تسی یک وقفه داریم زود زود برمیگردیم نه باز پسر یک وقفه داریم زود برمیگردیم آفرین جان عزیزای دل برگشتیم به ادامه برنامه شامی یک قسم که شما میدانین امروز روز جهانی کودک بوده و ما هم به این مناسبت دو مهمان عزیز را دعوت کردیم که اینا به طور رضاکارانه حالا کمپاین را ایجاد کردند که برای اطفال که بی‌بضاعت هستند و برای اطفال که نیاز به کمک دارند اینا کمک بکنن حالا که چه کمک‌هایی کردن و چقدر کودک‌ها را زیر نظر گرفتن از خودشان پرسان می‌کنیم آقای علی عمر و همچنان نجیب عمر قبل از همه سلام شام شما بخیر بسیار زیاد خوش آمدید به برنامه سلام شام شما هم بخیر عمر صاحب خوش آمدید شام سلام باشین شام شما بخیر در آغاز یک سلام علیکم به بینندگان ما داشته باشین سلام بر همه هموطنان عزیز امید که همه خوب و صحت سلامت باشین و این روز مبارک را به تمامی کودکان افغانستان مبارک گفته بخصوص به کودکان خیابانی که در جاده ها کار میکنن و لقمنان پیدا میکنن بله هرچند میدانیم که افغانستان هم از جمله کشورهایی است که زیادتر از کودکای ما در سرسرکا و جاده ها کار میکنن بی‌وظاحت هستن و نیاز به کمک دارن بیایم در رابطه با این کمپاین شما کم صحبت بکنیم از چه وقت این کمپاین را شروع کردین و تا حال چه تعداد کودکان را شما شناسایی کردین خب قسمی که همه هموطنان ما در جریان هستند کمپاین جمع‌آوری حلبسه بالاتر از دو هفته میشه کمپاین جریان داره و همی هفته هم ادامه دارن و تشکری میکنیم از هموطنان ما که واقعا همو ادای مسئولیت در برابر کودکان خیابانی کردن و از جاهای مختلف حلبسه کمک کردن و یا هم تماس گرفتن و همچنان یک تشکری میکنیم از مردم با احساس ما که بیرون از کشور هستند آنها هم مقدار از پول کمک کردن و تا امروز قسم سنجشک شده ما و شما میتونیم بالاتر از 500 کودک خیابانی را کمک کنیم از قبیل یک کلاه، یک دستکش، یک جوره بود، یک پتلون، یک جمپر و جاکت. بله عمر صاحب شما قصه بکنین که از زمانی که کمپاین را شروع کردین چقدر وطن‌دارای ما با شما همکار بودن و کیها با شما همکاری کردن و چقدر تانستین که در کارتون موفق باشین. سلامت باشین صاحب. اول از همه روز کودک و همه کودکای افغانستان و سر تا سر دنیا تبریک عرض می‌دارم با امید روزی که کودکان ما دیگر نیازی نداشته باشند که در جاده ها به خاطر یک قرص نان موتر صدا بزنن یا که اسفندی بکنن
ما حدوداً دو هفته میشه که این کمپاین رو اندازی کردیم. قبل از این برنامه ها در سالهای قبل هم داشتیم. تیم ما کاملاً تیم رضاکارانه است، شریک در هیچ جنایه نیست، شریک در هیچ نوع سازمان چی داخلی باشه یا خارجی باشه نیست، فقط تیم رضاکارانه است که امی کودکایی که به درس نیاز دارن و توان خرید البسته و قرطاسیه را ندارن، ما میتونیم که اینا را تحت پوشش بگیریم. بله، میدانیم که حالا کار را که شما کردین و ما هم با کار شما شریک هستیم، اما میدانیم که اصلا کدام مادیات هم بر شما داده نمیشه، اما امی احساس را که واقعا شما دارین قابل قدر است، امی اس از کجا آمده بر شما؟ شما سلامت باشین. ببینین، به قول شاملوی بزرگ میگه من درد مشترک مرا فریاد کنم. وقتی که ما هر شخصی که شکر الحمدلله ما شما وجدان بیدار داریم در جاده میبینیم، جای ما اطفالی که در این سردی زمستان موتر اینا صدا میزنن یا موتر میشن، ما خانواده خود را که قرار بدیم فقط برای چند ثانیه پس اینمی خودش یک انگیزه است که ما با همچه یک آدم های ما روبرو هستیم و وطندارای ما همچنان در این را با ما یک جا همگام هستن. بله، عمر صاحب، شما برام بگوین که حالا کودکا را شما چگونه شناسایی میکنین؟ آیا به جاده‌های کابل میرین برای اینکه کودکایی که دست فروشی میکنن، کودکایی که موتر میشن، کودکایی که اسپندی میکنن، کودکایی که بوت پالشی میکنن در کنار سرک‌ها و جاده‌ها، همین گونه شما شناسایی میکنین اینا را؟ دقیقاً ما سه کاتگوری بر شناسایی داریم. یکی که کسایی که موتر صدا میزنن، ما در جریان صحبت با مسئولین یا نمایندهاشان هستیم، و بخش دوم کودکایی که در یتیم خانه ها هستند که همچنان روزهای قبل ما رفتیم از نزدیک بررسی کردیم، دیدیم واقعا دردآور و هشکاور بود. او طبقه کودکا نصف روز اونجا درس میخونن، نصف روز هم کار میکنن. وقتی که ما نگاه کردیم به پاهاشان با چپلقهای تکه و پارچه، واقعا مجلس همه هشک از چشمانشان جوری شد. و یک طبقه دیگه که شما یادآور شدین، همین کودکایی که در کنار جاده ها می باشند بود پالشی میکنن، انشالله این را به شکل منظم تر قسمی که همه در جریان هستن. ما دو گروه و سب گروه و مسنجر گروه ایجاد کردیم که الحمدلله شما هم شامل از گروه ها هستین، یا شناسایی شده باز به شکل منظم از امو کودکایی که موتر صدا میزنن آغاز میکنیم، میریم یتیم خانه ها و بعد آن کودکایی که در کنار جاده هستن. بله، آیا بگونه نقدی پول جمع آوری میشه بعد برای کودکا کلا و دستکش و بوت و جمپر و پتلون خریده میشه، یا نه از دیگران مستقیم لباس گرفته میشه و بعد برای کودکا کمک میشه؟ هم البسته کمک شده، البته مو خانواده هایی که البسته اضافی داشتین، و همچنان یک تعداد از کسانی که احساس درونیشان واقعا بیدار بوده و تماس گرفتین، نیمگاد برجی که ما و شما لیلامی میگیم کمک شدین، و در حدودا 7-8 بسته البسته بزرگتر فعلا از مردم جمع شده، و همچنان یک تعداد هموطنان ما در داخل و بیرون پول کمک کردیم، و او پول ها شناسایی شده. البسه هایی که هموطنان ما از داخل کمک کردیم یا را ما بسته بندی هم کردیم. حالا این مثلا اگر کلا داره دستکش نداره، اگر دستکش داره جمپر نداره، ما مشخصا چون می کودک ما اگر یتیم خانه هست، اگر در جاده هست و یا هم کنار جاده هست، ما باید وقتی که ساده شدیم باید بر از وقت درستتر و دقیقتر رسیدگی صورت بگیره. ما قبلا مشاوره کردیم که با نیاز هست که ما و شما بریم و به شهر همی مثلا کلا بخریم، دستکش بخریم، بود بخریم، و سایزه هایی که کمک ها مگر شده و اکثریتش مثلا استفاده درستتر نمیشه، اما ما تصمیم ما و شما همه همی هست که بودهای موزه مانند که هسته داخل گرمتر است، ما رفتیم قیمت هم کردیم که انشالله دمی هفته شما و رسانه ها هم در جریان خواهید بود.
اخیر هفته ما میریم به خریداری و شاید بالاتر از 15 یا 14 گات بسته های بزرگ بزرگ که هسته و خریداری میشه باز شما و همه هموطنان ما انشاءالله در جریان خواهید. بله عمر صاحب شما برام بگوین که حالا میدونم تا حالی که برای 500 کودک شما همکاری کردین که به هر نوع بر اونها کمک برسه، میدونیم اطفال را بیشتر از 500 اطفال را ما داریم که در امید تنها در کابل اونها نیازمند هستند، کار میکنن، کار شاقه میکنن، در سن سالی که نباید کار بکنن، فقط درس بخونن، اما مجبور هستن که کار بکنن و یک قمنان بر خانه ببرن. حالا این تعداد کمک ها زیادتر از این هم خواهد شد و دیگر هم هموطنان ما به جمع شما خواهند پیوست تا اینکه شما بتونید بیشتر از کودک ها کمک بکنید. خب این یک پس که متاسفانه بعد تایید حرفای شما که اگر ما حسابی بکنیم بالاتر از صدها و هزاران کودک هست که در خیابان ها به خاطر یک قرص نان یا بوت بالشی میکنن یا موتر میشن از اینا. ما با یک پل ارتباطی هستیم، فقط همی کمپاین که ایجاد میکنیم یک هفته دو هفته با محدد توان خود آن ده هموطنان ما که همراه ما چیز میکنن هم هنگی میکنن، بعد ما این را جمع‌آوری میکنیم. شا ما اگر بدانیم هموطنان ما بیشتر چی در داخل کشور چی در از بیرون کشور اگر در این پروسه که شامل بشن و این کمک را دوامدار با ما به چیز کنن هم هنگی بکنن، خب گپ خیلی عالی است. میتونیم که اکثریت کودکایی که فقط در شهر کابل هستن ما این را تحت پوشش بگیریم. شا بسیار خوب. حالا ما راه های کمک میخوایم، ما هم دوست داریم که بدانیم وطندارای ما خارج از افغانستان هستن و داخل افغانستان هستن، از کدام طریق میتونن با شما ارتباط برقرار بکنن تا ای که شما بدانیم این کمک ها را زیادتر بکنین؟ عمر صاحب خب تشکر از شما. هموطنان عزیز، این کمپاین قسمی که همه در جریان هستین، الحمدلله این بار اکثریت خبرنگاران موفق هم در تیم جمع‌آوری هلبسه سهم خود را ادا کردن. فعلا ما کسایی که بیرون هستن یک آدرس برشان داریم، همان واتساپ هست و شماره واتساپ ما 0793986826 می باشه. بسیار خوب، از همین طریق میتونن که اونها یک جای شون و میتونن کمک های خودم بفرستن دقیقاً مقداری که باشه. یک خوبی و پاکی که پروسه ما و شما داره شفافیتش همی است، هر هموطن ما کمک میکنه با ما شماره واتساپ شما در گروپ حد میکنه و یا در مسنجر گروپ. که ما تشکری میکنم از یک خواهر ما که در آلمان همی کمپاین راه اندازی کردن که 10,000 به خودشان کمک کردن خانوادگی و 40,000 افغانی از بین همی فامیلایی که بودن کس 10 یورو، 5 یورو، 6 یورو کمک کردن، بالاخره 40,000. و یکی از ورزشکارای ما و شما به نام حبیب جان درشد، همه ما و شما باش آشنا هستیم، او هم بزرگی کردن در ایران. یک تعداد جوانای ما هستن و کسای کارگر که در ساختمان هستن 100 افغانی 200 500 بالاخره 1000 5000 که شد، او هم یک کمپاین راه اندازی کردین دیگه. ان شاء الله که پروسه شفاف است و هر افغانی که می ما در گروپ او را آجل گزارش خودم میتیم که 1,000، 2,000، 3,000 افغانی یه هموطن ما از قسمت یا از کشور یا بیرون از کشور کمک کردن دیگه. انشاءالله که فرموده پیشترتان ما این راه را ادامه میتیم، چون بزرگترین و آرامشترین راه که ما در زندگی پیدا کردیم همین راه بوده و هست و ما برنامه های بعدی هم می داشته باشیم و داریم که مسئله قرطاسیه هست، کودک های ما اکثریت بلی محروم هستند، درس نمیرن به اساس از اینکه بیک ندارن، قلم و کتابچه ندارن. گروپ ها را ما حفظ می داشته باشیم، هر زمانی که یک حالت که بیای یا خواهان فراخوان باشیم هر هموطن ما که خواستن سهم بگیرن سهم می داشته باشن. و ها اگر هموطنان ما این را بیشتر بخواهن انعکاس بدن، ما بعد از اینکه شاید در 500 بالاتر از 500 کودکی بره 600 شد و 700 شد و به 1000 برسه، ما بعدی سر خانواده ما و شما انشاءالله حلبسه باشه یا مواد سوخت باشه باز صحبت خواهیم
و فراخوان هم خواهیم داشت. بله، بسیار سپاس از اینکه آمدین به برنامه. انشالله به کارتون موفق باشین و وطن‌دارانمون با شما یک جا شریک شوند، چون کار کار نیکی است و کار است به گفته شما که واقعا آرامش واقعی در همین کار است که ما برای کودکایی که واقعا نیازمند هستن کمک بکنیم. سلامت باشین. برای کدام پیام که به خدمت شماست؟ پیام همی است که چو استاده دست افتادگی از هم هموطنان ما خواهشمند هستیم که با جدا از این پروسه که ما گرفتیم، اگر شما در توانتان است، حتی میتونین امو نزدیکترین اشخاصی را که شما در جامعه میبینی، همسایتان است، همکوچگیتان است، میبینین که توان مالی یا با چی از لحاظ مکتب باشه، خرطاسیه باشه و یا همچو کودکای را که اینا میبینن، با اونو هم یاری بکنن. سلامت باشین. شکر. بخیر. از جایی که شما بیننده برنامه هستین، سراغ وقفه میریم. در ادامه برنامه ما را همراهی بکنید. دوستای عزیز، هر چیز در دنیا از یک نقطه آغاز میشه و من معتقد هستم که موفقیت از اون نقطه ای آغاز میشه که از منطقه امن و آسایش خود خارج شوی و در منطقه ریسک و خطر بگیری. تا مدامی که در منطقه امن و آسایش خود هستی، نمیتونی به موفقیت برسی و همچنان که نمیتونی رشد کنی. بله، بسیار عالی شایق جان، بسیار نکته خوب اشاره کردی. اما دوستان میفهمین که مدیریت از کجا آغاز میشه؟ مدیریت از نقطه ای آغاز میشه که تو وارد حوزه برنامه ریزی شوی. خود برنامه‌ریزی از کجا آغاز میشه؟ برنامه‌ریزی از نقطه ای آغاز میشه که تو بتوانی اسناد، ابزار و افراد هدفت را مشخص کنی. بله آیت جان، اما اخلاق از کجا آغاز میشه؟ اخلاق از جایی آغاز میشه که تو خود را جای دیگران بگذاری و شرایط آنها را بفهمی. بله شایق جان، بسیار نکته خوب یادآور شدی. اما دوستا میفهمین که انسانیت از کجا آغاز میشه؟ انسانیت از نقطه ای آغاز میشه که تو کار خیری انجام دهی در حالی که انتظار هیچ پاداشی را نداشته باشی. مثلا درختی را بکاری در حالی که بدانی هرگز زیر سایه آن نخواهی نشست. آیت جان، تا حالا میفهمیدی که خودخواهی از کجا آغاز میشه؟ خودخواهی از جایی آغاز میشه که تو بخواهی دیگران هم تبدیل به خودت کنی. اما دوستای عزیز، حال میفهمیدین که شرافت از کجا آغاز بشه؟ شرافت از نقطه ای آغاز بشه که تو کاری را انجام دهی در حالی که بدانی هیچ تماشاگری نداری و آن کار را فقط برای رضای خدا انجام دهی. بله آیت جان، دوستای عزیز، حماقت از کجا آغاز میشه؟ حماقت از جایی آغاز میشه که تو اصرار بورزی که من همی هستم که هستم، من تغییر نمی کنم، نگاه من همی است که هست. بله شایق جان، بسیار عالی. اما دوستا، جرأت از کجا آغاز بشه؟ جرأت از نقطه ای آغاز بشه که تو علی‌رغم اینکه میترسی باز به مسیرت ادامه دهی. فرق بین جرأت و شجاعت در همین مثل است دوستا. شجاعت یعنی اینکه نترسی و ادامه دهی، جرأت یعنی اینکه بترسی و انجام دهی ولی دیگران نفهمند که تو ترسیدی، به این میگن جرأت. بله آیت جان، اما دوستای عزیز، چطور میتونیم در زندگی خود تحول ایجاد کنیم؟ تحول اصلا از کجا آغاز میشه؟ تحول از جایی آغاز میشه که تو با جای جنگیدن با گذشته به ساختن آینده بپردازی. بله شایق جان، بسیار عالی. اما گستاخی از کجا آغاز میشه؟ گستاخی از نقطه ای آغاز میشه که تو موفقیتی را به دست بیاری در حالی که ظرفیتش را نداشته باشی. بله آیت جان، دوستای عزیز، افسردگی از کجا آغاز میشه؟ افسردگی از جایی آغاز میشه که بوده تو و نموده تو، یعنی در بین آنچه که هستی و آنچه که نمایش میتی فاصله ایجاد شوه و هر چقدر اون فاصله بیشتر بیشتر شوه، افسردگی در تو هم بیشتر بیشتر میشه. بله شایق جان، بسیار نکته خوب اشاره کردی. اما سقوط فردی یا اجتماعی از کجا آغاز میشه؟ سقوط فردی یا اجتماعی از کجا آغاز میشه؟ سقوط فردی از جایی آغاز میشه که تو که نگاه انسان به انسان تبدیل به نگاه انسان به فرصت شود و بدتر از آن سقوط اجتماعی است. سقوط اجتماعی از کجا آغاز میشه دوستا؟ سقوط اجتماعی از جایی آغاز میشه که نگاه انسان به انسانیت تبدیل شود به نگاه انسان به جنسیت. دوستای عزیز، عزتمندی از کجا آغاز میشه؟ عزتمندی از جایی آغاز میشه که تو در بین منفعت و معرفت، معرفت را ترجیح بدی. عزتمندی یعنی اینکه پادشاه جهنم خودت باش تا خدمت کار بهشتی دیگران. بر عزتمندی لازم نیست خانه بزرگ بخری، موتر مدل بالا داشته باشی، کافیست که خودت نفروشی. بله شایق جان، بسیار نکته خوب اشاره کردی. سلام به خودت شایق جان، یک سلام گرم خدمت تمامی بینده های تلویزیون جهانی یک. سلام به خودت آیت جان و دوستای عزیز، برگشتیم به ادامه برنامه و حال
مثل هفته گذشته مهمانای خاصی در برنامه دعوت کردیم چون که امروز هم یک روز خاص است. امروز روز چی است؟ کودک. بله. و آیت جان امروز ما میخواییم بر پدر مادرای عزیز بگوییم که در تعلیم و تربیه اطفالتان کوشش کنین و همچنان اونا را به مکتبای درست بفرستین چون که اونا هستن این دیگه کشور. باید اونا خوب تحصیل کنن. بله. و ما آرزوم ای است که یک روز برسه که تمام کودک های افغانستان مجبور به کار نباشن، درس بخونن مثل کودک های دیگه و علم بیاموزن مثل کودک های کشورهای دیگه، درس بخونن و شادی کنن. بله. امیدوارستم که یک روز همینطور باشه. بله آیت جان. و حال میریم سراغ مهمان های ما که خسته نشده باشن تا. بله. خب دوستای عزیز، به خاطری که امروز امشب البته مصور جان بر ما قرائت آماده کرده، میخواییم به اول به قرائت و گوش بتیم و برنامه را آغاز کنیم و بعدا امروش معرفی میشیم. بله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ما شاء الله. تشکر از تلاواتت، بسیار صدای قشنگ است. همراه دوستان یک سلام علیکی داشته باش. اگر در برنامه شعر یا ترانه آوردی بر دوستان میتونی بخوانی. سلام علیکم به هموطنان عزیز ما. به خودتان یک سلام خاص برای مادر جان و پدر جانم دارم. تشکر. و یک ترانه آوردیم به خاطر روز کودک. بله. ای کودک خندرو بیا عزیزم بگو، نام کتاب تو چیز، راه ثواب تو چیز. قرآن کتاب ما هست، راه ثواب ما هست. عرف و کلام خدا، امر و پیام خدا. آیه به آیهش نور، زیتیرگی ها به دور. تشکر. بسیار صدای زیباست و بسیار شعر ترانه قشنگ هم آماده کردیم. بسیار خوب. تشکر. خودت چی آوردی بر ما؟ من که برش بطه؟ نامت تو چی هست؟ اسما. اسما جان چی آوردی در برنامه؟ شعر درباره وطن. بخوان که همه در خدمتت هست. بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم نخست سلام خدمت شما تلویزیون یک. بسم الله الرحمن الرحیم. رفتم که بخونم و بسازم وطنم را، خون کرد کتابم و شکستم قلمم را. من درگیر تحصیلم، سرمشق سوادم، غافل که خریدن و بریدن کفنم را. خواستم که بگویم آه مثل آزادی، تا باز نمودم تو ببستی دهنم را. با نام مسلمانی و هر مذهب و رای، آتش زدن بر جانم و سوزان بدنم را. رفتم که بخوانم و بسازم وطنم را، خون کرد کتابم و شکستم قلمم را. من درگیر تحصیلم و سرمشق و سوادم، غافل که خریدن و بریدن کفنم را. تشکر. سوگن به هر قطره خون و وجودم، وسته و پیوسته نمایم قدمم را. تشکر. بسیار زیباستی. خب خودت بر ما چی آوردی؟ اول خودت تعریفی کو. سلام دوستای عزیز، مازان کفچانی هستم در خدمت شما و حال بسیار خوشحال هستم که در برنامه شیخ جان و آیت جان هستم. چی آوردی در برنامه؟
شیر. یک دقیقه آزان جان، دوستای عزیز آزان جان درست برتان معرفی کنم، بیادر آید جان میشه و پسر کاکای ما میشه، خود دیگه یعنی بیادر ما به حساب میاد دیگه. بله. اما تو نیست آزان جان؟ بیادره. بله. شایق جان تو پسر کاکای نستی اما مثل بیادرم هستی. بله. آزان جان بخوان شیر ده. شیر کودک. بخوان. من کودکم به من به محبت نظر کنید، ز قهر و غصه خدا را حذر کنید. من نون حال انجمن فطرتم هنوز، کوشش کنید تا که مرا باور کنید. آفرین آزان جان، بسیار عالی، بسیار عالیستی و تبریک بر خودتم روز کودک. بر دوستایت که امید قدر نامر میبینن چی گفتنی داری؟ تشکر از خودتان و یک گفتنی دارم که روز کودک برشان مبارک و درسشان بسیار درسشان زیاد بخوانن که ده امتحان اول میشن. آزان جان خودت امتحانات خلاص شد یا نه شروع میشه؟ خلاص شد. امیدوار هستم که یک درجه عالی بگیری. بله. تشکر. از قوارخ لایق و معلوم شید. کدام مضمون زیاد لایق هستی؟ من در مضمون دری. بله. خب خودت بر ما چی آوردی؟ شیر، ترانه؟ اول خودت معرفی کن بعد از اون. قرآن شریف آوردی. خب خودت اول بر دوستا معرفی کن که بشناسن تو را. ابوبکر. ابوبکر جان. خب تلاوت آوردی؟ بله. بخواد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق الله العظيم والعظيم. درود شريفة مرحبا خاندان. بلي أما ترست. خب خودت أول خودت معرفي كو بعد ازو؟ بعد از او آخد یک شیر اگر توفه آوردی برای دوست آبهان، درست است؟ السلام علیکم رحمت الله و برکاته. من تهمینه صلاح هستم. تشکر که مورد برنامه تون دعوت کردین. آیه جان و شایق جان، ما به برنامه تون یک دانه شیر آوردیم. بخوام بخشنوین. آبه ها در خدمت تست. امروز چه روز خوب است، روز قشنگ کودک، روز جهانی توست، باشه بر تو مبارک. هر آدمی را خدا به یک شکل آفرید، اگر باشه متحد جهان میشه گلستان. فوز هر کی یک رنگ است، سرخ و سیاه و سفید. ما همه را دوست داریم، ما کودکان افغان. بله، بسیار یک پیام خوب داد چیرش میگه. ما باید همه ما متحد شویم تا که کشور آباد بسازیم. بله دوستای عزیز، ما مثل هر روز وره یک بازی همراه دوستای ما انجام میتیم. بله. آیت جانم امروز یک بازی آماده کرده. اول آیت جان بازیش انجام میتن. بله. بعد از او ما همراه مصور جان یک بازی انجام میتن. قبل از او تهمینه جان همراه تان معرفی کنم. تهمینه جان دوست مکتبم است، انصفی مکتبم است. بله. خب ده. همراه کی آیت جان بازی میکنی؟ همراه تهمینه جان. بایی که بطه به تهمینه؟ همراهت یک بازی انجام میتم، دوست داری؟ بله. خب چند سوال ازت میکنم، در هر سوال دو گزیده برات میتم، یکیش انتخاب کن، درست است؟ رئیس. 3 2 1. پدر یا مادر؟ مادر. بسکیت یا کاکاو؟ بسکیت. آیس کریم یا پاپور؟ آیس کریم. چاکلیت یا ساجق؟ ساجق. کرمچ یا چبلی؟ کرمچ. زمستان یا تابستان؟ تابستان. آفرین. تابستان خوش داری؟ ما با جایت می بودم می گفتم زمستان. آیا جان خودت چرا زمستان خوش داری؟ به خاطر که ساتیری کنم. مکتب رخصت است. خب اول مصور جان امرایت یک بازی انجام می تم. اول با قانون چه برد بگویم؟ قانون شی رقم است. بله به معنی نه خیر است، نه خیر به معنی بله. ما تیز از سوال می کنم، تیز برم جواب می تی. هر چیز غلط جواب می تی. مثلا می مویم که سلام چطور است، خوب استی؟ تو بگو نه خیر، درست است؟ آماده؟ ما که برسی 3 2 1. سلام چطور است، خوب استی؟ نه خیر. جانت جور است؟ نه خیر. شی سفید است؟ نه خیر. شی سفید است؟ نه خیر. شی سیاست؟ نه خیر. دیوال آبیست؟ نه خیر. یک بار بختی. شی سیاست؟
نه خیلی با منای بله بله با من بله وقتی دیگه بله خب امرای خودت قانون شفا میدی؟ نه به زبان جواب بده بله وقتی باید بگوی نه خیلی خواه از اول یک برو بده سلام چطور است خوب استی؟ نه خیلی جان جور است؟ نه خیلی جان جور است؟ بله شیرابی است؟ نه خیلی خب آیا جان خودت بازی را امرای مثلا یک سوال ازی که یک سوال ازی یک سوال ازی یک سوال ازی انجام بده همه تون قانون ها شفا میدین؟ خب سیکو ابو بازی جان هر کس که از آیا جان ازش سوال کرد ما که برامون بوده درست است؟ خب بگو آیا قانون شفا یک بار دیگه براتون میگم من چند سوال ازتان میکنم در هر سوال دو گزینه برتان میتونم یکیش انتخاب کنم. سیس؟ پدر یا مادر؟ پدر. بسکیت یا کاکاو؟ کاکاو. پاپر یا آیس کریم؟ پاپر آیس کریم. آزنجان خودت؟ زمستان یا تابستان؟ زمستان. ابو برک رو؟ زمستان. چاکلیت یا ساجق؟ ساجق. خودت؟ کرمت یا بود؟ کرمت بله تشکر از تمامتان که به برنامه ما آمدین روز کودک به تمام شما تبریک بلی. و دوستای عزیز تشکر که تا این دم با ما بودین تا هفته بعد خدا یار و یاورتان تمام خدا حافظ و ناصرتان آیت قشنگین با شما از شما با تلویزیون یک باشید عزیزای دل برگشتیم به ادامه برنامه در پایان برنامه امشب هستیم یک بار دیگر روز کودک به تمام کودکای افغانستان و جهان تبریک و تهنیت عرض میکنم امیدوار هستم که رفتارمان کردارمان با کودکای عزیزمان خیلی دوست داشتنی و بهتر و عاشقانه و مهربانانه باشه و فردازارم قرار است خداحافظی بکنه غذام آماده است اما با یک ترانه زیبایی را که طفلکا بر ما میخوانند با همین ترانه خداحافظی میکنیم فردازان سر داد شکر خانه تابات انشاءالله در پایان برنامه نوشتن میکنیم میتونی خداحافظی بکنی دیگر خب جهان سپاس تمیم جان که مرام وقت دادی و جهان سپاس دوستان عزیز تا این دم با ما بودی تا فردا شب که بازم در خدمت شما هستیم خداحافظ شما بله با امید ترانه از روش مرخص میشیم شاد و موفق و سربلند و سرفراز و کامگار باشین روز کودک یک بار دیگه به تمام کودکای افغانستان مبارک بفرمایید کودکای عزیز بسم الله الرحمن الرحیم ترانه چار فصل اسم من سال است اسم من Second.